وقتتون بخیر. سلام عزیز، بفرمایید. آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. من و همسرم 4 ساله که با هم ازدواج کردیم. چند ماه گذشته، یعنی اوایل بهار بود که من متوجه شدم یه مقدار رفتار همسرم تغییر کرده، یعنی اون خصوصیت اخلاقی رو که داشت احساس کردم خیلی عجیب غریبه. از همین جهت مشکوک شدم یه مقدار و سعی کردم که حالا کنکاش کنم ببینم که چه اتفاقی افتاده، چرا این همچین مسئله پیش اومده. بگذار عزیز، بذار میدونم مهم بعدیش، ولی من یه تصویری داشت باشم. بعد هر دو چند سالتون عزیز؟ همسرم 31 سالشونه و من 27 سالمه. چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟ ما از 2 سال قبل از این که با هم ازدواج کنیم ایشون رو میشناختم، ایشون استاد من بودن. اوکی، به من بفرمایید هر دو فرزند چندم هستید؟ من فرزند آخر هستم و ایشون فرزند اول هست. خب از چند تا عزیز؟ ما 6 تا هستیم که من آخری هم، ایشون هم 3 تا هستن، 3 تا فرزندن که اولی هست. اوکی، خب حالا چی متوجه شدید از بهار امسال؟ ببینید، رفتارش یه مقدار تغییر کرد. من احساس کردم که شاید کس دیگه ای وارد زندگیمون شده. مثلا چه چیزایی درشون تغییر کرد عزیز؟ ببینید، وقتی از خونه می رفتن بیرون، من تماس که می گرفتم می رفتم پشت خطشون و ایشون در حال مکالمه بودن. بعد زمانی که می اومدن خونه، حالا توی اون تایمی که من تماس گرفتم، اون تماس از روی گوشیشون پاک شده بود. من نمیتونستم ببینم با چه شماره تماس گرفتم. حالا خواستم خیلی نامحسوس این کار رو کرده باشم که متوجه نشن، ولی خب دیدم خیلی داره چند روز طول کشید، تقریبا 1-2 هفته طول کشید این قضیه. این مدتی هم که میرفتن بیرون خیلی طول نمیکشید. مثلا میخواستم برن تا سوپرمارکت برگردن بیان، 45 دقیقه طول میکشید و تمام این مدت رو من پشت خطشون بودم، یعنی خطشون مشغول بود. بعد دیگه یه MP4 داشتم که مجبور شدم یه روز یه تایمی رو بذارم خودم از خونه برم بیرون و MP4 رو بذارم توی خونه که صدای ایشون رو ضبط کنم. بعد که اومدم خونه، صدا رو که گوش دادم، متوجه شدم که بعد ایشون با یه خانومی تلفنی صحبت میکنن. چندین مرتبه هم صحبت کردن، ولی خب صحبتشون خیلی به جاهای باریک کشیده نشده بود، یعنی خیلی مختصر و مفید صحبت میکردن در مورد چیزهای معمولی. بیشتر پیگیری کردم و متوجه شدم که اصلا با هم حتی ندیدن هم دیگر رو از نزدیک و بیرون هم نرفتن با هم، یعنی هیچ تماسی نبوده، فقط همون تلفنی. طاقت نیاوردم، سعی کردم با چند تا مشاور ارتباط برقرار بکنم، صحبت کنم که من واقعا چه کاری میتونم انجام بدم. یکی از مشاورها به من گفتش که این مسئله رو طولانی نکن و ازش بخواه که برای توضیح بده قبل از اینکه اتفاقی بیفته. من هم باهاشون صحبت کردم و خوشبختانه قضیه حل شد، یعنی ایشون متوجه شدن که من خیلی ناراحت شدم و خودشون میگفتن که هیچ منظوری نداشتن، هیچ قصدی نداشتن، یعنی اینکه نمیخواستن حالا به من خیانت بکنن. نه خب برای چی این صحبت ها رو میکردن؟ واقعیت اینه که من دلیلش رو که ازشون پرسیدم، ایشون گفتن که لازم بود که من این ارتباط رو برقرار بکنم چون نمیتونستم خیلی راحت ارتباط برقرار کنم، با من نمیتونست خیلی ارتباط برقرار کنه اون توی اون زمان، چون خیلی تحت استرس بود، خیلی فشارها روش بود. نمیدونم دلیل قانع کننده این میتونه باشه یا نه. به هیچ وجه، اصلا هیچ ارتباطی نداره. ایشون تحت استرسن، هرچه هستن. با یه خانم صحبت کنن راجبه چی؟ اصلا میدونید مسائل خیلی پیچیده نمیشد، همین در مورد کار صحبت میکنن، یه جوری که انگار دو تا دوست دارن با هم صحبت میکنن. خب این دوستی از کجا بوده؟ این دوستی به چه دلیل بوده؟ این خانم کیه؟ ببینید، این خانم چون همسر من کارشون یه جوریه که باید یه کار دوبله رو انجام میدادن و چند تا پروژه گرفته بود، اما خانم دوبلر اون کار بود و از اون طریق حالا چون شما تماس هم رو داشتن، حالا نمیدونم از کدوم طرف شروع شد، این رو من آخرش هم نفهمیدم، یعنی متوجه نشدم که کی حالا به اون یکی پیشنهاد دوستی داد که این ارتباط به اینجا کشیده شد، رو اصلا متوجه نشدم. من هر چقدرم که خواستم گفت نه، اصلا چیزی نبوده و اینکه حالا یه صحبت معمولی بوده. همچین دلایلی رو برای من آوردن. واقعیتش اینه که من قبول نکردم، برام منطقی نبود اصلا همچین چیزی. ولی خب از اون زمان به بعد این رابطه کات شد.
دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی مشکلی که برای من به وجود اومد اینه که من هنوز هم استرس دارم. یعنی گاهی اوقات ممکنه که باز هم از خونه میرم بیرون، حتی به اندازه نیم ساعت یک ساعت هم باشه، من به خاطر اینکه هنوز اون شکه برام برطرف نشده گاهی خود انتیفورم رو میذارم که شاید به این نتیجه برسم، ولی خب بعدا دیگه هیچ وقت تا الان هیچ چیز دیگه ای رو ندیدم از ایشون. یعنی تماساشون هم که میرفتم بیرون، الان هم که میرن مکالمه میکنن، میام میبینم، میبینم تایماش کاملا درسته، شماره ای هست و اون شماره رو من میشناسم. اون خانم رو شما هیچ وقت دیدی؟ من فقط عکسشون رو دیدم و خودم به هیچ عنوان باهاشون تماس نگرفتم. نمیدونی چند سالشونه؟ اون خانم چند سالشه؟ آها. اون خانم همسن من هستن. اون وقت از نظر رابطه و ازدواج اینا در چه وضعیشون اون خانم قرار دارن؟ اون خانم مجرد بودن، کاملا مجرد بودن. خب حالا موضوع این است که یه گفتگویی بوده. آخه شما این گونه که برای من توصیف کردید هر وقت همسرتون میرفتن این گفتگو شروع میشده با ایشون؟ درسته. و در مدتات بله. به درازا میکشیده؟ بله. و خود ایشون هیچ وقت نگفتن که مثلا من با یکی از همکاران یا به هر حال کسانی که با هم کار میکنیم گفتگویی داشتم؟ نه نمیگفتن، ولی قبل از این که من حالا صداشون رو بشنوم که دارن صحبت میکنن ازشون میخواستم، گفتم مسئله هست که بخوای به من بگی، آیا چیزی هست که من ندونم؟ میگفت نه چیزی نیست، بعدن بهت میگم. همینطور ادامه داشت. بعد از این که من متوجه شدم به هم گفت که من میخواستم بهت بگم، ولی برای این که حالا میخواستم این کار روال پیدا بکنه و ادامه دار باشه، کارم رو خیلی خوب انجام بدم، این ارتباطه به وجود اومد. من هنوز نفهمیدم ایشون چه میکنه. اولا استاد چه چیز شما بودن ایشون؟ استاد ورزش من بودن، رزمی کار میکردن و دو تا مربی من بودن. خب البته چون وقتی لغت استاد به کار میبریم ما این رو برای ورزش دیگه خیلی به کار نمیبریم. بعد ماجرای دوبله چی بود؟ یعنی گفتید دوبله کار میکردن، قصدتون این بود که دوتا کار میکردن یا تو کار دوبلاژ برنامه هایی بودن؟ ببینید یه سری از پروژه های تصویری بود، حالا از کشورهای مختلف و اینها بود که قرار بود که روش نریشن قرار بگیره. از این جهت این ارتباط با اون خانم ایجاد شد. که از طریق یکی از دوستان هم بود، یکی از دوستان بود. حالا ایشون حرفشون، حرف همسرتون این بود که ما گفتگون در چارچوب فقط کار بود یا دلایل شخصی میان ما مطرح بود، هرچه بود، از استرس گرفته یا هر چیزی که من نفهمیدم؟ خودشون که میگفتن که بیشتر به جهت کار بوده، ولی خب یه سری صحبت ها هم شده بود که حالا هیچ ربطی به کار نداشت. چرا شده بود؟ متوجه نشدم. میگم به چه مناسبت اون صحبت ها مطرحه؟ مثل که شما برید توی فرض کنید قنادی با اون فروشنده اونجا یه صحبت هایی بکنید، آخه شما موضوع صحبتتون ارتباطی با اون آدم نباید داشته باشه. یک کسیست که شما در یه چارچوبی که کار هست با هم صحبت بکنید، چرا به موضوعهای دیگه و حریم دیگه کشیده بشه؟ این رو که من ازشون پرسیدم گفتن که حالا این خانم میخواسته صحبت بکنه، یه مقداری میخواسته خودش رو راحت خالی بکنه، بعد اومده با من صحبت کرده. درباره ایشون چی میخواسته؟ راجعه چه چیزشون؟ خانم در مورد خودش بیشتر صحبت میکرد، اون خانم در مورد خودش صحبت میکرد که حالا نمیدونم شرایط کاری خودش رو توضیح میداد، میگفت من این کار رو انجام میدم، این کار رو با این شرایط، ولی خب گهرو سوالاتی هم از خود همسر من میپرسید که حالا شما با خانومت ارتباطت چجوریه، فرزند داری نداری، کی میای ببینمت، اینها رو بین صحبت‌هاشون من متوجه شدم. کی میام ببینمت؟ کی میام ببینمت یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما کی وقتش رو داری، کی تایم با هم هماهنگ بکنیم که ما همدیگر رو ببینیم از نزدیک. هیچ وقت همدیگر رو ندیده بودم؟ نه هیچ وقت همدیگر رو ندیدم. چرا؟ با وجود مگر یه جا کار نمی‌کردن یا یه کاری با هم نمی‌کردن؟ نه
نه کارشون اینجوری بود که ایشون راه دور بودن، یعنی تو همین شهر تهران بودن ولی اون خانم توی محله کار خودش بود و این ارتباط کاملا مکاتبه‌ای بود، یعنی از طریق تلگرام و اینها نریشن رو انجام میدادن میفرستادن فایل رو، یعنی از نزدیکی ارتباط نزدیکی نبوده. حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟ من بیشتر پرسشم این هست که من چجوری خودم رو کنترل بکنم، چون بابت این اتفاقی که افتاده چجوری میتونم به خودم مسلط باشم که این نگرانی رو دیگه نداشته باشم. معنی نمیدونم وقتی یک بار این احساس رو دارم که یه وقتی انسانشون خونه نیستن دارن مکالمه میکنن ولی من حس بدی برام ایجاد میشه و خیلی نگران میشم، تپش قلب میگیرم و از این حالا نمیتونم خودم رو کنترل کنم. بعد باز هم به خودم فکر میکنم، میگم نه دیگه همچین اتفاقی نمیفته، ایشون به من قول داده. حالا با توجه به این که ایشون از قبل خیلی اعتماد داشتم، توی این زمان من اعتمادم رو از دست دادم ولی الان دارم سعی میکنم که دوباره این بازسازی بشه. حتی خودشون هم خیلی تلاش میکنن. خب اگر ایشون اگر ایشون تلاش میکنند و به هر حال بسیار شفاف و روشن بدون هیچ پس و پیشی همه چیز رو با شما درمون میگذارند، شما باید اون رو به همین صورت بپذیرید و وقتی که اون احساس براتون دست میده بگید این احساس همکنون دیگه دلیلی علتی نداره، یعنی درست مثل این که من احساس ترس بکنم یا گرسنگی بکنم در حالی که موضوعی برای ترسیدن و یا من همکنون مثلا نهارم رو خوردم پس دلیلی برای گرسنگیم نیست. یعنی که اونجا شما باید به جنگ خودتون برید نه اینکه درست خودتون رو رها کنید. یعنی یه فکری وقتی که درست نیست، وقتی که غلط نیست، وقتی غلط هست آدم باید به جنگش بره و اون رو از خودش دور کنه، نه اینکه بی خودی به اون پروبال بده. ولی اینکه چی کار میتونید بکنید هیچی. شما من میگید یه اعتمادی به او داشتم اون از بین رفت، اینو میشه فهمید. حالا هم وظیفه او هست که کوشش کنه اون اعتماد و اطمینان رو دوباره بسازه، هم شما هم باید با واقع بینی و حسن نیت در اون مسیر حرکت کنید. اینکه هنوز باش پایین و بالا میرید همیشه ممکنه، ولی خب البته یه دلیلش هم اینه که موضوع خیلی براتون روشن نشده یا هنوز بارش سنگینه. منم میدونید با حرفایی که شما زدید اصلا راحت نیستم، چون من در این که بگید گفتگو درباره آنچه که کارشون بوده بی خودی به درازا میکشیده رو متوجهم، ولی اینکه وارد یه حریم دیگری و موضوع دیگری بشه اون رو درست نمیدونم. ولی به هر حال و بعدم به گونه ای که شما میگید تا از شما دور میشدن این تلفن ها آغاز میشده و ادامه پیدا میکرده تا زمانی که وقت بوده، خب یه مقداری معنیدار هست. بنابراین ولی چون همدیگر رو ندیدن، چون اتفاقی نیفتاده، چون به جایی نرسیده، چون اون رابطه قطع شده، شما هم باید اون رو تمام شده تلقی کنید. ایشون باید شفاف و روشن با شما برخورد کنن، شما هم باید خودتون رو به هر حال به گذشته اینقدر مرتبط نکنید و از گذشته قاعده و قانون برای حال آینده نسازید. ولی یه مقداری تو این زمینه پایین و بالا میرید اجتناب ناپذیره و بعدم به هر حال سنگین ترش نکنید. امیدوارم ایشونم شفاف و روشن عمل کنه، چیزی هم نباشه بتونید دو مرتبه اون اعتماد و اطمینان که اساس و پایه رابطه هست رو داشت باشه، چون اگر اعتماد و اطمینان نیست هیچی نیست عزیز، یعنی همه چیز برباد است. بنابراین ولی من دلیل نمیبینم که اون رو مبنایی برای حال و آینده قرار بده، چون اون خیلی دیگه واقع بینانه و منصفانه نیست، مثلا اگر ایشون داره کوشش رو. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون. متشکرم آقای دکتر، ممنونم از راهنمایی‌هاتون. خیلی ممنون. متشکرم. خدا نگهدار.